بهمن ماه هست و در حال نزدیک شدن هستیم به روزی که آیت الله خمینی آن را یوم الله نامید، 22 بهمن یا آنچه که پیروزی انقلاب اسلامی نامیده می شود. چه دستاوردهایی داشتند؟ دستاوردهای این انقلاب و حکومت روحانیت شیعه بر ایران، ایران را به کجا رسانده است؟ هر روز رویدادی تازه و مصیبت‌ها و مشکلاتی تازه برای مردم ایران. از آخرین آنها شلیک موشک، دو موشک به هواپیمای اوکراینی بوده که تازه ترین خبر در این زمینه این است که مسافران بیشتر یا سرنشینان بیشتر از ظرفیت قانونی و معمول خود داشتند. آن سوته در عراق و در سوریه حکومت ایران همچنان به سازندگی های خود ادامه می دهد. کودکان ایرانی در پی انقلاب اسلامی بسیاری از آنها از ادامه تحصیل محروم شدند و از داشتن مدرسه. در سیستان و بلوچستان، در خوزستان و در جای دیگر ایران. اما خبر این است که روزنامه سوری الوطن می گوید 120 مدرسه دیگر جمهوری اسلامی در سوریه می سازد. در کنار سازندگی های دیگری که در جنوب لبنان داشته و آنچه که در کنفرانس داووس در ارتباط با حکومت ایران و اوضاع جاری در ایران گذشت چه بوده و سرانجام اینکه پیش از یوم الله حکومتی 22 بهمن جشن کتاب سوزی در جمهوری اسلامی رسما در برابر دوربین های تلویزیون مصادره شده ایران اجرا شد. کتاب های پزشکی باید سوزانده شوند تا آنچه که طب مندرآوردی حکومت فقیه است، طب جمهوری اسلامی و ملایان وفادار به حکومت جمهوری اسلامی جایگزین آن شود، در حالی که روحانیون حکومتی خود برای کوچکترین مشکل پزشکی که دارند روانه کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان می شوند. با من و شما هستند در این شماره از تفسیر خبر آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان و در نیویورک. آقای اللهیار کنگلو، تحلیلگر سیاسی و فیزیکدان، همراه شما عزیزان خواهیم بود پس از گذری به کتاب سوزی در ایران. مراسم نمازی شما کنان دوره تمام شدن دوره طب شیعی در کل جهان و دور نمادین عمده ترین کتاب طب شیعی که کتاب هاریسون و حول قوه الهی آتش می دهد. برای پایان رسیدن داروهای شیمیایی اجمعاً سلامات بفرستید. انشاءالله شاهد حضور حضرت مهدی علیه السلام باشیم. اجمعاً سلامات. ضمن خوش آمد به هر دو میهمان برنامه، این پرسش رو داریم آقای نوری‌زاده. ببینید، خب آلترناتیو مدیسن یا پزشکی های جایگزین شیوه‌های جدید هست، نه اینکه نباشه، ولی چون این مراسمی در ایران کتاب سوزی کتاب آقای هریسون و بقیه رو پزشکی معمول و رایج در دنیا رو، این رو شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ یکی از دستاوردهای انقلاب رو بیش از اینکه به موضوعات دیگه بپردازید. با درود به شما جناب چالنگی، با درود بسیار به دکتر کنگلوی نازنین و بینندگان تفسیر خبر به ویژه در خانه پدری. من و شما یادمونه آقای چالنگی، چند روزی بیشتر از انقلاب نگذشته بود.
دانشگاهی داشتیم به نام دانشگاه ملی. در واقع علارغم یه دانشگاه پولی بود، ولی به مرور چنان جایگاهی پیدا کرده بود، بسیار معتبر شده بود، پزشکیش، حقوقش. یکی از دوستان بندم رئیس اون دانشکده شد که نوه یکی از مراجع بزرگ بود. در یک بامداد 5000 جلد کتاب در اونجا آتش گرفت، سوزانده شد، و بعد این سوزاندن کتاب سرایت به جاهای دیگم کرد. برگشتم به صدر اسلام. خیلی ها ایراد میگیرن، آقا این تمدن ایرانی که میگید، پس این کتاباش کو؟ کتاب یونانیا دارن، رومیا دارن، ما نداریم، مصری ها حتی هیروگلیف دارن، ما کتابامون چی شد؟ کتابهای ما رو آتش زدن و بازماندگان آنها آمدن دوباره 14 قرن بعد کتابهای ما رو آتش زدن. شما فکر کنید که کتابهای ارزندهی مثل 23 سال دشتی، کتابهای ارزنده زندیات کسروی، کتابهای مردان بزرگی مثل آقای برقعی که یک روحانی بود، روحانی آزاده که به دکانداری اینها اعتقاد نداشت، همه اینا آتش گرفت و سوخته شد. مجلدات مکتب اسلام آتش گرفت و سوخت، چون اون زمان جوری دیگه فکر میکردن، بعدن که به قدرت رسیدن جوری دیگه فکر میکردن. اینا رو باید انتظار داشت آقای چالنگی عزیزم، ولی من ایرادم و دعوام با اون جوانایی که اون دور نشستن دارن آتیش میزنن. اون آخونده رو ما باش کاری نداریم. بسیار برای دکتر کنگرلو که یک دانشمند، یک آدم عالم هست، دردناکه که کتاب علمی رو آتیش بزنن، ولی مسلم میدونم اونم مثل شما و من درد اولش اینه که این جوونا چرا اونجا رفتن آتیش میزنن. این جوونایی که باید دنبال علم باشن، دنبال این که این کتابایی که با چه بدبختی به ایران میرسه، تو نمایشگاه کتاب بچه ها یک سال پولاشون رو جمع میکنن که بتونن دو تا نسخه اصلی کتاب رو بخرن، و بعد با این وضع فجی، اون وقت نوشته های اون مرد بیمار به نام دکتر رواسانی که میگه غربی آدامس به شما دادن برای اینکه مردی بیفتین، یا نمیدونم چرندیات که میگه از تلویزیون صدا و سیمای جمهوری ولایت فقیه پخش میشه. خب اتفاقا در خود مصر نمایشگاه بین المللی کتاب آغاز شده که در 4 فوریه اگر اشتباه نکنم ادامه خواهد داشت، روز گذشته افتتاح شد. در اونجا الازهر غرفه بسیار بزرگی داره، من گزارش های تصویری دارم که در بخش های از اون کتاب های پزشکی امروزی هست، چون دانشکده الازهر دانشکده پزشکی هم داره علاوه بر دانشکده مهندسی، در گوشه دیگه از جهانی که مسلمانان بسیار هستند. آقای کنگلو زمنه خوش آمد به شما و نگاه شما به این کتاب سوزی در ایران بعد از کتاب سوزی های اولیه دانشگاه های مختلف. با درود به شما جناب چالنگی عزیز و با درود به دکتر نوریزاده عزیزم، خیلی متشکر از دعوتتون. بله این بسیار صحنه غم‌انگیزی این چیزی که شما نشون میدین، ولی قسمت خوب خبر اینه که به هیچ وجه در این امر موفق نخواهند شد، برای اینی که اون کتاب، چیزی که در کتاب هست، چندین که یک کتاب چندین چیز رو نمایندگی میکنه، یک ایده رو نمایندگی میکنه. شما ایده رو هیچ وقت نمیتونین بسوزونین، به محض اینکه یک ایده ابراز شد دیگه مثل شعله‌ای که در یک جنگل خشک بیفته آنچنان شعله‌ور میشه که نمیشه با از بین بردن یک درخت یا یک خاموش کردن یک بوته آتش جنگل رو فرو نشاند. بنابراین ایده و تفکر و تفکرات جدید مخصوصا در پزشکی که واقعا کشور ما اینقدر بهش نیاز داره. در آمریکا یه سازمانی هست به اسم National Institute of Health یا NIH که به عنوان مؤسسه امنیت ملی و مؤسسه سلامت ملی که بودجه حدود 32 میلیارد دلار داره. این بودجه توی 14 تا مؤسسه مختلف که مؤسسه قلب، مؤسسه سرطان و دردهای مختلف تقسیم میشه و یه مقدار زیادی از این پول
به دانشمندانی داده میشه، به متخصصینی داده میشه که کتاب مینویسن. میدونی من خودم در حال نوشتن دو تا کتاب به طور همزمان هستم. به طور متوسط روی هر کتابی که اگر کتابی نظیر این کتابی که این آقا سوزون، کتاب اینترنال مدیسین، هندبوک آف اینترنال مدیسین مال هریسن، این کتاب حدود 400 تا 500 دلار قیمتشه تو آمریکا و به احتمال زیاد اینا همچین قیمتی رو پرداختن برای این کتاب. و اون کسی که این کتاب رو نوشته، معمولا کسانی که این کتاب رو می‌نویسن کسایی که تخصصی هست، جزو بالاترین مراجع اون رشته تخصصی خاص هستن و کسانی که واقعا این کتاب رو می‌خونن و می‌فهمن هست که واقعا به این مسئله، به این زحمتی که در نوشتن این کتاب و این گنجینه‌ای که در درون این کتاب‌ها هست پی می‌برن. می‌دونید واقعا ما می‌گیم خر چه داند قیمت نقل و نبات. اینا کسانی که نتونن اون کتاب بخونن، نتونن از اون ماهیت اون کتاب واقعا بهره برداری کنن، نتونن اون جوهر کلامی که در اون کتاب هست رو بتونن بفهمن، چه فرقی میکنه؟ خب مسلمه اونا دست به آتش زدن به این کشور زدن. ولی یه خبر دیگه هم باید ما بهش در این نقطه بپردازیم، یعنی یه جنبه دیگه این خبر رو هم باید بهش بپردازیم. جنبه دیگه این خبر اینه که ما یه فرهنگی داریم که عاشق علمه. واقعا من در دنیا سراغ ندارم، من با دانشمندان متفاوتی از ملیت‌های مختلف در طی روز و در طی عمرم واقعا معامله کردم و کار کردم و من فرهنگی رو سراغ ندارم مثل فرهنگ ایرانی ها که عاشق علم باشه. و این عشق به علم رو در تمام طول تاریخ ما میتونیم ببینیم، در کتاب، در مثنوی مولانا میتونیم ببینیم، در کتاب حافظ میتونیم ببینیم، در کتاب‌های ابو علی سینا میتونیم، در کتاب‌های علمی ابو علی سینا میتونیم ببینیم، در کتاب قانون ابو علی سینا میتونیم ببینیم، در کتاب فیه ما فیه ابو علی سینا میتونیم ببینیم. شما این کتاب‌های ابو علی سینا رو بخونید میبینید که واقعا علم در میون مردم ایران آنچنان ریشه‌ای داره که با آتش زدن یک کتاب به وسیله یک آخوند به هیچ وجه صدمه‌ای بهش خورده نمیشه. بله، البته من نمیدونم چطور میشه قیاس کرد به این دست یافت که ایرانی ها واقعا در میون ملت های دیگه عاشق ترین هستن نسبت به علم. بحثیست مفصل. ولی در تولید علم قطعا سهم بزرگی داشتن دانشمندان ایرانی در طول تاریخ که این بحث دیگری هست. اما آقای نوریزاده، این یکی از دستاوردهای حکومت هست، حکومت برآمده از انقلاب، و تازه ترین دستاورد این حکومت ماجرای هواپیمای شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی هست. سرانجام به نظر میرسه راضی شدن این جعبه سیاه رو تحویل بدن و آخرین خبر هم اضافه بودن سرنشینان این هواپیماست. به آقای چالنگی، رمز و راز این ماجرا ناگشوده مانده، هنوز ناگشوده است. آقای حاجی زاده فرمانده هوافضا میگه آرزو میکردم در میان کشتگان بودم. فرمانده سپاه میگوید آرزو میکردم منم سوخته بودم. ولی این دو مرد انقدر شرافت حرفه‌ای و غیرت ملی ندارن که حداقل استعفا بکنن. این حداقل چیزیست که از اینا انتظار میشه رفت. یه نفر در کالیفرنیا مسئولیتی داشته در آتش گرفتن بخشی از یه جنگل، نه تنها استعفا میده، محاکمه میشه، هزینه میپردازه بابت اون کار. 176 جان عزیز، نازنین، نوابق این کشور از بین میره و این دوتا شاخ شمشاد فقط میان میگن بله دلمون میخواست ما هم اون تو آتیش میگه، که دروغ میگن، دروغ میگن، چقدر هم دروغ میگن، چون اگر کسی صداقت داشت حداقل استعفا میداد. از اونا بدتر فرمانده کل قوا و مسئول اینا سید علی خامنه ایه. 6 روز کشور رو به خاطر حاج قاسم سلیمانی فلج میکنه، به خاطر تشییع جنازش 60 آدم بیگناه کشته میشن و این آدم یک کلمه راجع به این هواپیما تا 3 روز حرف نمیزنه. بعد که آبروریزی میشه میاد به یه تسلیت خشک و خالی برگزار میکنه. چطور؟ آقای اسماعیل هنیه حتی پا میشه خونه حاج قاسم میره، آقای خامنه‌ای میره خونه حاج قاسم، دختر حاج قاسم بلبل زبونی میکنه. این مسافران این هواپیما پدر مادر نداشتن، خانواده نداشتن،
همسر و فرزند و پدر و برادر نداشتن، یکی از مقامات رژیم نمیتونست به منزلشون بره، و باز از این بدتر که نشانه از یک رژیم شالاتان، حقباز و فاسد هست. دو مورد ما داریم، یکی هواپیمای ایرانیه، ایرباس ایست که آمریکایی‌ها به اشتباه سرنگونش کردن. اون اشتباه بود برای اینکه یکی از خلبانان بزرگ ایرانی آمد و ما در برنامه اون پخش کردیم توضیح داد که چرا اون هواپیما سرنگون شد. آمریکا قصد زدن هواپیما رو نداشت. ما 4 فانتوم رو باند فرودگاه بندرعباس روشن به حال حمله نگه داشته بودیم، و وقتی اون هواپیما بلند شد، اون هواپیما بلند شد، آمریکایی‌ها تردیدی براشون نبود که یک هواپیما جنگی. حالا آمریکایی‌ها اومدن کامپنسیشن دادن، غرامت دادن. غرامت هم بر مبنای 250,000 دلار حساب کردن. این خیلی مهمه. مسافرانی که ایرانی بودن، رژیم جمهوری اسلامی پولو گرفت، به دلار 30 تومن بهشون داد. به دلار 30 تومن. اونایی که مقیم دبی بودن و خانواده دبی داشتن، اماراتی داشتن، 250,000 دلار گرفتن. در ماجرای عربستان سعودی باز رژیم همین کار رو کرد، در جریان کشته شدن زوار در مکه. و الانم اومدن اعلام میکنن که فقط مسافرها رو یه ملیت میشناسن، اونم ایرانیه، و بر اون مبنا بهشون کامپنسیشن میدن. وقتی این جعبه سیاه رو آقای نوری‌زاده الان اینا تصمیم زمزمه هایی هست، و این خبر رو تا چند روز میشه تایید کرد که هواپیما مسافرهای بیشتری داشته، سرنشینای بیشتری داشته. امروز خبری اومده گفته میشه که 4 مسافر اضافه داشتن. اینا کی بودن؟ این مسافرها کیا بودن؟ اینقدر شایعه در اون مملکت هست که شما هر طرف میری با یه شایعه جدید روبرو میشی. یکی الان میگه یکی از دستیاران آقای قاسم سلیمانی تو هواپیما بوده. برای چی؟ ببینید رژیمی که راست نمیگه در رو باز میکنه برای انواع شایعات. وقتی دروغ میگه خب شایعه هم مفصل پخش میشه، من و شما هم به گوشمون میرسه. این مشکل ما. این خبر رو قطعا ما نه تایید میکنیم نه تکذیب، بلکه فقط بازتاب دادیم تا اینجا. آقای کنگلو، اساسا یک جعبه سیاه، جعبه سیاه هواپیما در بر دارنده چه اطلاعاتی؟ آیا میشه از طریق جعبه سیاه واقعا رسید به اینکه چه اتفاقاتی افتاده به طور دقیق؟ یکی از اطلاعاتی که در درون جعبه سیاه هست، مکالمات رادیویی خلبان با برج مراقبت در دقایق آخر و لحظه های آخر، که این از قرار معلوم حدود 3 دقیقه از این مکالمه خلبان با برج مراقبت بسیار بسیار با ارزشه و بسیار تعیین کننده است برای تحقیقاتی که در مورد چه اتفاق، جزئیات اتفاقی افتاده. برای اینکه خلبان در اون لحظات آخر داره از مشاهداتی که اطرافش هست داره صحبت میکنه با برج مراقبت، و برج مراقبت هم به اون جوابهایی میده که خود حرفهایی که از برج مراقبت میاد و حرفهایی که خلبان میزنه بسیار بسیار روشنگرانه هست، و به احتمال خیلی زیاد جمهوری اسلامی از این میترسه. یه سری دیگه دیتاهایی که در درون جعبه سیاه وجود داره، مخصوصا در هواپیماهای مدرن 737، اون تمهیداتی هست که خود هواپیما به شکل الکترونیکی در جواب به تهدیدهایی که داره هواپیما رو احاطه میکنه انجام میده. مثلا اینی که داره یک جسمی به یک شکل خاصی، با یک سرعت خاصی، با یک حرارت خاصی داره از یک زاویه به طرف هواپیما نزدیک میشه، و اینی که چند تا جسم به طرفش نزدیک شدن، و چه اتفاقاتی، عکس هایی که گرفته میشه و موقعی که جسم داره به طرف هواپیما نزدیک میشه، تمام این اطلاعات در درون اون جعبه سیاه هست. و این اطلاعات واقعا بسیار بسیار افشاگرانه است. درست مثل این که شما یه عده عکاس رو گذاشته باشین دور هواپیما داره و از شرایط عکس میگیره. دیگه موضوع در اون لحظه موقعی که جعبه سیاه باز بشه دیگه ادعاهای جمهوری اسلامی نیست، بلکه یک سری داده های بسیار متقن و محکمه پسند وجود داره در درون جعبه سیاه، که دیگه جایی برای انکار برای جمهوری اسلامی نمیذاره. و حراس جمهوری اسلامی هم از همین موضوع ظاهرن که از دادن جعبه سیاه علی رغم قوانین بین المللی خودداری میکنه. نی؟
بله یعنی البته چه جعبه رو بدن چه ندن، این جمهوری اسلامی محکومه، جعبه رو بدن به وسیله شواهدی که در درون جعبه هست محکومن، جعبه رو ندن به دلایل کیفیتی که این عمل رو احاطه میکنه، یعنی اینکه واقعا چه اگه شما مثلا یه پلیسی شما رو متوقف کنه توی راه به شما بگی که من مظنونم که شما مثلا مشروب نوشیدین دارین رانندگی میکنین، شما دو راه دارین، یا اینکه بگین بیا از من آزمایش بکن آن را که حساب پاک است از محاسبه چه پاک است، یا اینی که بگی نه من امتناع می‌ورزم از اینی که از من تست الکل بکنید. اگه امتناع ببرزی خودش برای دادگاه یک دلیل محکمه پسنده که شما به احتمال خیلی زیاد الکل نوشیدین و رانندگی کردین. بعضی راه سوم هم میرن میگن که خب چطور مگه مثلا این راه جمهوری اسلامیه. جناب چالنگی من میتونم یه سوال از آقای کنگلو؟ حتما بفهمید. آقای کنگلو، این چیز اشاره که شما گفتید راجع به جعبه سیاه و نمادها و نشانهایی که هست، تا چه حد ساتلایت ها میتونن به این ماجرا کمک کنن برای حقیقت یابی؟ چون گفتن اون لحظه خوردن موشک رو ساتلایت ها کچ کردن در واقع. نه تنها لحظه خوردن موشک رو، بلکه لحظه شلیک موشک رو. لحظه شلیک موشک و اون سیگنیچری که موشک که شلیک داره، سیگنیچری که شلیک داره رو میتونن به طور کلی نه فقط امریکایی‌ها، تمام کشورهایی که از تکنولوژی موشک برخوردارن این کار رو انجام دادن، مخصوصا کشورهایی که ماهواره‌های زیادی روی مدار زمین دارن. امریکا 22,000 ماهواره روی مدار زمین داره، در مدارهای مختلف در ارتفاعهای مختلف ماهواره داره، یعنی الان ماهواره‌هایی که در امریکا وجود داره، اینا ماهواره‌ها مخصوصا در مورد ایران، یه سری زیادی از ماهواره‌ها روی فضای ایران پارک شدن و فقط ایران رو نگاه میکنن، نه فقط ماهواره های امریکایی، حتی چینی ها و روس ها ماهواره های زیادی روی ایران دارن که بدونن دقیقا این کسی که دارن ازش حمایت میکنن چه کار داره میکنه. به علاوه این خود اسرائیل هست، میدونید تمام کشورهایی که ماهواره دارن چشم های ماهواره هاشون رو اسرائیلیا درست میکنن، برای اینکه بهترین صنایع اپتیک دنیا رو اسرائیلیا دارن، بهترین صنایعی که اپتیک رو به الکترونیک تبدیل میکنه و از یک چیز خیلی خیلی موهوم میتونه تصویر بسیار زیاد با این تکنولوژی پترن ریکگنیشن درست کنه. وقتی اینا از این ماهواره ها، از این شلیک هایی که انجام میشه، روی سیگنیچر شلیک میتونن ببینن این موشک چی بوده، از چه زاویه‌ای پرتاب شده، حتی مدل موشک رو هم میتونن اینا پیش بینی بکنن و به خوبی حس بزنن. بنابراین یه به همین خاطر بود که آقای جاستین ترودو بلافاصله ظرف 24 ساعت با اطمینان خاطر نخست وزیر یک کشور بسیار معتبر گفت ما میدونیم با شلیک موشک این هواپیما پایین اومده. بله آقای نوریزاده، جواب سوالتون امیدوارم گرفته باشید. و آقای نوریزاده، صحبت بر سر این دو موشکی که شلیک شد به هواپیمای اوکراینی، به نظر میرسه میشه اینجور تعبیر و توصیف هم کرد که یکی از اونها در واقع به قلب جامعه جهانی اصابت کرد در این حال یا پیامدهاش، و یکی هم به عنوان تیر خلاص بود از نظر میشه همچنان اعتماد کرد به جمهوری اسلامی یا امید داد برای جامعه اروپا، جامعه کشورهای دیگه. یکی از پیامدهاش هم در این حال ما در همین داووس میبینیم. کاملا با تو موافقم. یعنی به اعتقاد من ببینید، جمهوری اسلامی دیگه اعتباری نداشت، ولی حالا خانم موگرینی سابق و چهار تا نخست وزیر این ور و اون ور و این ورشکستگان به تقصیر اروپایی، بعضن اینا تلاش میکردن یه جوری به هر حال این پیرمرد چموش، دیگه کودک نیست، لگد زن پنجکش آدمخوار رو یه جوری بزکش کنن، توضیحش کنن که حالا حداقل برای یه صحنه مناسب باشه، یه جوری این صحنه آخر بیارنش، یک روزی به لبش بمالن، ریشش رو کوتاه کنن، یه جوری میخواستن این کار. اما این کاری که اینا کردن، یک، کشتن 1500 هموطن ایرانی رو در زمان کوتاه دو هفته، این جنایت علیه بشریته. و اروپای بی غیرت، اروپای بی غیرت چشش رو هم گذاشت راجب این کشتار. خون ایرانی با خون بورکینافاسویی و کنگویی هیچ فرقی نداره، با خون سربی هم فرقی نداره.
آقای میلسویش میشه جانی علیه بشریت، سید علی آقا خامنه‌ای میشه مرشد رهبر. این کار وقتی ماجرای هواپیما اومد و یه شخصیت برجسته‌ای چون جاستین ترودو اومد و اونطور صریح و قاطع این رژیم رو متهم کرد و بلافاصله بعد از اون زمزمه از فرانسه بلند شد، به آلمان رسید، به انگلستان اومد، به نظر من کاملا حرف شما درست بود. یعنی در واقع یه تیر به قلب بشریت زد و یه تیرم به مغز خودش، یعنی سید علی خامنه ای با اون سه روز دروغ نشون داد که 40 سال دروغ واقعیت داره. یعنی وقتی مردم میگن 40 سال این رژیم، خمینی از بهشت زهرا دروغ گفت، این از 40 سال هم بیشتره، از اونجا دروغ گفت که حالا نفت و برق و مجانی اینا ما رو میخواست آدم بکنه، آدممون کرد که چاقوکشی و این تجاوز به نوامیس و قاری مخصوص ولی فقیه به بچه های همون خانواده ولی فقیه و امثال اونها که آموزش قرآن میده تجاوزم میکنه و سعید مرتضوی به یک بانوی عکاس نیمه شبان با بطری تجاوز میکنه. ببینید این رژیم علارغم همه تلاشهای ما هنوز این رژیم تصویرش درست روشن نشده. میدونید چرا؟ یکی به خاطر چپ آلوده بین‌المللی، چپی که الان میاد در بی بی سی میشینه هنوز دفاع میکنه از این رژیم، هنوز میگه انتخابات تنها راه چاره است، باید با انتخابات تغییر ایجاد کرد. این چپا که هنوز هم متاسفانه تعدادشون کم نیست و دعواشون با جمهوری اسلامی نیست، دعواشون با محمد رضا شاه و رضا شاه، این خیلی جالبه، اینا اصلا دعوایی با جمهوری اسلامی ندارن، دعوا 28 مرداد و رضا شاه و محمد رضا شاه است. اینا بلنگو دارن، استفاده میکنن، تعدادشون زیاده، تعدادشون از ماها بیشتره، میان و از این فرصت رو استفاده میکنن. ارتباطایی هم که با خارجی از قدیم داشتن، چه اونی که چپ بوده نوکری کنفدراسیون مثلا میکرده ولی از اون ور یواشکی زیرابی برای کنسرسیوم نفتی هم مترجم بوده و کار میکرده و نمونه های متعدد دیگرشون. بله آقای چالنگی، متاسفانه ما تو این شرایط خاص قرار گرفتیم که آنهایی که روشن فکران اندیشمندن متفکر مملکتن، دعواشون با رضا شاه و محمد رضا شاه است، نه دعواشون با خمینی و خامنه ای. در حال اندیشمند یا متفکر جای بحث و صحبت داره، ولی خب همونطور که اشاره کردین در نظریه پردازهای صادراتی نسبت به اون نظام پیش از انقلاب خب لابد اعتراضاتی بود و انقلاب علتهایی هم داشت به هر حال، ولی در این زمان پرداختن به این که در حالی که 1500 بیشتر کشته شده، پرداختن به این که روابط خارج از زناشویی محمد رضا شاه پهلوی چه بوده، به طور مفصل به این موضوعات پرداختن، خب جای من اصلا نمیخوام دفاع کنم از رژیم گذشته، ولی دارم میگم الان دعوای ما با رژیم گذشته نیست، ما الان دعوامون با شاه چند تا زن داشته، به ما چه ربطی داره، زندگی خصوصیش بوده. این آخوندها که هر کدوم ماشاءالله 100 تا دارن، دزدی ها اینا رو بزنید حساب بکنید، تو اون مملکت یه دریادار 200,000 دلار گرفت جاده درست کرد بین بوشهر و عسلویه، پدرش رو شاخ در آورد، خلع درجهش کرد، بیرونش کرد، انداختش بیرون. این دزدای سر گردنه هر روز انواع اقسام دزدی ها رو میکنن که چی هم نمیشه. آقای کنگلو، ببینید وزیر خارجه آمریکا آقای مایک پومپئو گفته که ما مطمئن هستیم یا ما میدونیم این رو که جمهوری اسلامی باعث نارامی در منطقه هست، در خاورمیانه هست، ناآرامی ها و مسائلی که هست در خاورمیانه. و بعد مسئول دیگه در وزارت خارجه براین هوک میاد و میگه و خیلی روشن اشاره میکنه که اگر جانشین قاسم سلیمانی باز بخواد به همون راه بره، یعنی باز
ادامه نارامی ها در منطقه به سرنوشت اون دوچار میشه. به نظر میرسه که سیاست خیلی روشن و قاطعی هست در برابر جمهوری اسلامی. پرسش اینه که تا چند از این سیاست اروپایی ها و دیگه و بقیه متحدان آمریکایی رو به همراهی کشونده یا میتونه به همراهی بکشونه در برابر حکومتی؟ بذارین در پاسخ سوال شما یک خبر بد به جمهوری اسلامی بدم. البته فکر میکنم خودشون خبر رو دریافت کردن، ولی در صورتی که خودشون رو به کوچه علی چپ زده باشن، بذارین یک بار دیگه براشون تکرار کنم. آقای ترامپ بدترین کابوس که برای جمهوری اسلامی میتونست اتفاق بیفته. آقای ترامپ سیاستمدار نیست. آقای ترامپ واقعا یک شهروند عادی آمریکاست که به مسائل به عنوان منافع ملی آمریکا، یعنی اون موضعی رو که اون صندلی رو که ریاست جمهوری آمریکا اشغال کرده و مسئولیت داره که از منافع آمریکا، منافع مردم آمریکا دفاع بکنه، دقیقاً به اون اهمیت میده و اون کار رو انجام میده. به استناد اون سوگندی که خورد در زمان ریاست جمهوریش، آمریکا در ظرف 40 سال گذشته به طور عام و در ظرف 10 سال گذشته به طور اخص یک اتفاقاتی در درون دنیا افتاده و یک اتفاقاتی در درون آمریکا افتاده که این اتفاقات، این امواج این اتفاقات تازه داره به خاورمیانه میرسه. یکی از اون اتفاقات انتخاب آقای ترامپ به عنوان ریاست جمهوری بود. انتخاب آقای ترامپ تصادفی نبود. شما فکر کنید یه کسی که واقعا معاملات ملکی انجام میداده توی نیویورک ناگهان بیاد رئیس جمهور آمریکا بشه. آمریکا اینچنان کشور بی در و پیکری نیست که هر کسی بتونه از راه برسه و رئیس جمهور بشه، باید یک سلسله مراتبی بگذره. ولی این محبوبیت ناگهانی که آقای ترامپ پیدا کرد به خاطر یک سری شرایطی که در دنیا واقعا حائل و قائل شده و مردم آمریکا احساسش میکردن، یه مقدار زیادی از اون شرایط اقتصادی بوده که الان وقتش نیست بهش بپردازیم، ولی اون شرایط یکیش باعث شکوفایی اقتصادی عظیمی در آمریکا شده. یکی اون اکتشافات نفت شیل هست که آمریکا رو از انرژی بی‌نیاز کرد. آمریکا از نظر تکنولوژی چیزی کم نداره، فقط از نظر انرژی کم داشت که بتونه این تکنولوژی عظیم، این صنایع عظیم، این اقتصاد عظیم رو بتونه انرژیشو فراهم بکنه و وابستگی به خاورمیانه داشت. این تکنولوژیایی که در درون صنعت شل در آمریکا الان در ظرف 20 سال گذشته به دست اومده، آمریکا رو کاملا بی‌نیاز کرده از نفت و انرژی و حتی آمریکا رو به صادرکننده نفت تبدیل کرده. این پارامتر، این واقعیت داره یواش یواش داره نفوذ میکنه تو ذهن سیاستمداران آمریکایی و دستگاه تشکیلات حکومت آمریکا. و انتخاب آقای ترامپ یکی از محصولات و یکی از عواقب این اقتصاد جدید و این تحولات علمی و تکنولوژیک جدیدی است که در آمریکا اتفاق افتاده. از طرف دیگه اروپایی‌ها یه همچین قابلیتی ندارن. آمریکا تحت ریاست جمهوری آقای ترامپ به اروپایی‌ها خیلی واضح و صریح و بدون لکنت زبان بهشون گفته که از این به بعد ما منافع آمریکا رو داریم واقعا تعقیب میکنیم، نه منافع اروپا رو. حتی در رابطه با این واقعا این هولی گریل ناتو، ناتویی که برای آمریکا و اروپا اینقدر عزیز بود، آقای ترامپ به تمام رهبران، حداقل به رهبران 4 تا کشور اصلی اروپایی گفت که ما در مورد ناتو دیگه اون کار قبلی انجام نمیدیم که سهم همه رو ما بپردازیم، یا سهم خودتون رو میپردازین یا آمریکا از ناتو بیرون کشیده میشه. میدونید 10 سال پیش اگه یه کسی میگفت رئیس جمهور آمریکا به اروپایی‌ها خواهد گفت که ما از ناتو میکشیم بیرون، فکر می‌کردن داره هزیان میگه، ولی این رئیس جمهور آمریکا علناً بهشون گفته داره در راهش هم قدم برمی‌داره. بنابراین اروپایی‌ها به شدت مرعوب آقای ترامپ هستن و به شدت میدونن که این آقای ترامپ جدیه و حتی بعد از آقای ترامپ هم کسانی که بیان مجبورن این راه رو طی کنن. بنابراین اروپایی‌ها در موقعیتی نیستن که بتونن سیاست‌های خودشونو در رابطه با جمهوری اسلامی به آمریکا تحمیل بکنن. آقای نوری‌زاده، سیاست های کاملا مغایر با سیاست های پرزیدنت اوباما در برابر ایران که در اون زمان باعث شد همراهی بیشتری بین آمریکا و دولت ترامپ درباره ایران وجود داشته باشه، اما در حال حاضر می‌بینیم چنین نیست. یکی از پیامدهای این همراهی پس گرفتن دعوت از محمد جواد ظریف بود در داووس. تفسیر شما رو بشنوید. ببینید آقای چالنگی، دولت ایالات متحده درست از روزی که جمهوری اسلامی سر کار اومده یک سیاستی رو بازی کرده که این سیاست نوساناتش به اوج که میرسیده، مثلا فکر کنیم 90 درجه بوده، دان دانم که میشده 20 درجه بوده، هیچ وقت از اون تجاوز نکرده. مثلا
آقای ریگان انتخاب شد. مذاکرات گفتگوهای آقای منتظری است که رفتم به خمینی گفتم گروگانا رو آزاد کنیم که کارتر برنده بشه. گفت من مثل تو علم غیب ندارم بدونم کارتر بهتر یا ریگان. خب ریگان اومد، همه انتظار داشتن با اون توپ پری که اومد در واقع جمهوری اسلامی ماسا رو کیسه کنه. نه، اومد براشون انجیل و هفتی رو اینا هم فرستاد و کیک هم فرستاد و یه دونه هفتی هم برای آقای رفسنجانی. آقای هادی نجف آبادی هم رفت استقبالشو. حالا داستانهای اونجا فقط باید داماد آقای برادر داماد آقای منتظری آقای هاشمی باید اعدام میشد. بعد از اون ما دوران رو که جربوش پدر، جربوش پدر خب داستان عراق پیش اومد. در اون زمان با ایران همکاری کرد، همکاری نزدیک داشتن و جمهوری اسلامی هم بازی بسیار قشنگی کرد، سر صدام کلا گذاشت، هواپیماشو برد و با امریکا همکاری کرد. بعد آقای کلینتون روی کار اومد. در دوران آقای کلینتون که دیگه اصلا اوضاع خیلی روبرا شده بود، داستان آقای کلینتون در واقع به گونه‌ای بود که من در خود سازمان ملل شاهد بودم که کوفی انان میز چیده بود برای ایشون و آقای کلینتون. آقای کلینتون بلند شد 5 دقیقه دست زد برای آقای خاتمی، خانم اولبرایت همینطور، ولی در گوش آقای خاتمی دو کلمه آقای خرازی گفت و آقای خاتمی در عقب فرار کرد رفت. همینجوری که میایم جلو، جورج بوش پسر، داستان برج ها، میبینیم که با ایران همکاری میکنن. آقای اوباما ادامه همون سیاست بود. آقای اوباما گمان میکرد با سانکشن و یه لبخند عصا و هویج میتونه با جمهوری اسلامی کنار بیاد. پولا رو داد، همه اون کارا رو کرد به این امید که این قرارداد امضا کنه. امضا کرد. حالا یه نفر در امریکا اومده که همونطور که دکتر کنگلو گفت اصلا جور دیگه به قضایا نگاه میکنه. تاجری است که مصلحت ملی وطنش رو داره نگاه میکنه. برای مصلحت ملی آمریکا و متحدانش جمهوری اسلامی فتنه است که این فتنه رو باید هر جوری شده فلجش کرد و از صحنه بیرونش انداخت. نماد این فتنه یه روز قاسم سلیمانیه، حالا اسماعیل قاآنیه، فردا حسین علی کربلاییه. هر کدوم از اینا باشن، اینا نمادهای فتنه این که باید از خاورمیانه جارو بشه و برداشته بشه. هر زمان ملت ما متوجه اهمیت نقش خودش در این ماجرا شد، مطمئن باشیم پایان جمهوری اسلامی ورق خواهد خورد. آقای نوریزاده، پرسش این بود که همراهی اتحادیه اروپا، کشورهای اروپایی با آمریکا در چه حد هست؟ آیا پس گرفتن دعوت از جواد ظریف برای داووس یکی از پیامدهای این همراهی نیست؟ آیا اروپا با آمریکا همراه نشده در ارتباط با ایران، حکومت ایران؟ اروپایی ها باز میخواستن اون بازی منافقانشون رو ادامه بدن. آقای ترامپ گفت خیلی خوب، برید آقا، برید، اما من از ماشین بنز شما 20% مالیات میگیرم. من نمیتونم پولا رو بدم شما برید بدید به جمهوری اسلامی. نه، نمیشه. همونجور که با چین کردم با شما هم میکنم. اروپایی‌ها به وحشت افتادن. شما در همین داووس سخنرانی‌ها رو گوش بدید ببینید اروپا 180 درجه تغییر کرده. اروپا جور دیگه‌ای شده. الان با ترامپ دارن به صورتی که دوست نزدیک و خوب دارن صحبت میکنن. و به نظر من همونطور که دکتر کنگلو هم گفت، ما شاهد یه تحولات خیلی مهمی در امسال و سال آینده خواهیم بود و من اعتقاد دارم آقای ترامپ دوباره انتخاب خواهد شد و این رویای آقای خامنه‌ای که ترامپ انتخاب نمیشه، ایمپیچ میشه، آقای ظریف دوباره میرن به جشن ختم سرون نوه بعدی جان کری، نه، این اتفاقا نخواهد افتاد و این آقای ظریف که منافقانه ترین نقش رو
در این سالها بازی کرده، به اعتقاد من دیگه اون رویای خوش آمریکاییشو فقط باید بره در فیلم الیا کازان نگاه بکنه. آمریکا آمریکا. آقای کنگلو، به نظر میرسه مثلثی سه جانبه، آمریکا، اروپا، جمهوری اسلامی و مردم ایران در مرکز این مثلث. حالا در اردوگاه جمهوری اسلامی روابط با روسیه با چین هست و به نظر میرسه اون چی که جمهوری اسلامی رو در مصدر قدرت نگه داشت، گرفتن و ارعاب و شکنجه و همه اینها بوده، ولی به نظر میرسه که این ارعاب و شکنجه و قتل و کشتار و اینها دیگه اثرات خودشو در ایران از دست داده، هرچند بسیاری هنوز در زندان ها هستن، از جمله پدر و مادر پویا بختیار. این رو چطور تعبیر و تفسیر میکنید؟ نگاه شما به روند اوضاع در ایران آبان ماه یا فروکش کرد یا اینکه ادامه دارد؟ عمل مردم ایران نسبت به جمهوری اسلامی برمیگرده به سیاست‌های جمهوری اسلامی و اون طوری که با مردم رفتار میکنه، آزادی‌های اجتماعی که میده و امکان رشد اقتصادی که در جامعه فراهم میکنه که باعث رفاه مردم بشه. در این مسئله هیچ تغییر ایجاد نشده، که هیچی بدتر هم شده. از زمانی که آقای ترامپ روی کار اومد و برجام رو پاره کرد و محدودیت‌های تحریم‌های اقتصادی و سیاسی و تحریم‌های ثانویه رو بر جمهوری اسلامی تحمیل کرد، جمهوری اسلامی ظرف مدت 6 ماه ما اثراتش روی برابری ارز ریال و دلار دیدیم، اثراتش روی صادرات نفت دیدیم، اثراتش روی صادرات حتی پتروشیمی، و بعد همینطوری که با لجبازی جمهوری اسلامی تحریم‌های جدید وضع شد، هر تحریم جدیدی یک صنعت جدیدی از اقتصاد ایران از رده خارج کرد. اینی که جمهوری اسلامی فکر می‌کرد که اروپایی ها سیاست مستقلی اتخاذ خواهند کرد رو مثل بچه مدرسه ای ها در عمل یاد گرفت که نه، اینجوری نیست. آمریکا از یک رهبری معنوی و اقتصادی و از یک قدرت اقتصادی و سیاسی در دنیا برخورداره که به اروپایی ها امکان این که بخوان سیاست مستقل داشته باشن نمیده، حتی به چینی ها امکان این که بخوان سیاست مستقل داشته باشن نمیده، حتی به روس ها امکان اینی که بخوان سیاست مستقل داشته باشن نمیده، برای اینکه با اونا معامله یک دو جانبه با این کشورها داره و در معاملات دو جانبهشون برای اونا بسیار صریح و واضح میگه که اگر این کارو بکنین ما اون کارو میکنیم، و قیمت هایی که این کشورها حداقل در مراودات اقتصادی و تجاریشون با امریکا خواهند پرداخت اگر کرنش نکنن به خواسته های امریکا، بسیار گزافتر از اون سودی هست که از معامله با جمهوری اسلامی میخواد گیرشون بیاد. بنابراین این داستان رو واقعا این سیاست از این ستون به اون ستون فرجه جمهوری اسلامی به هیچ وجه من الوجود عافیتی و عاقبتی نداره. جمهوری اسلامی تنها راه بقاش، البته من نمیخوام به جمهوری اسلامی مشاوره بدم که چطوری بقای خودش رو تعقیب بکنه، من دلم نمیخواد جمهوری اسلامی حتی یک روز به عمرش اضافه بشه، ولی اگر واقعا میخواد که بقای خودش رو یه چند روز دیگه تضمین بکنه، باید با امریکای ترامپ سر میز مذاکره بشینه و اون 12 ماده رو، نه 11 تاشو، هر 12 تاشو باید بپذیره. منتها مشکل اینجاست جناب چالنگی که اگر این 12 ماده رو بپذیره، تبدیل میشه به شیر بیال و دمشکم، دیگه چیزی از جمهوری اسلامی نمونده. جمهوری اسلامی تبدیل میشه به یک حکومت مدرن و دموکراتیک اگر اون 12 مورد بپذیره. به همین خاطر الان این اتفاقاتی که داریم میبینیم داره میفته، این تب و تابی که جمهوری اسلامی داره، این سیاست‌های چپن در قیچی که داره انجام میده، تمامش به خاطر این سرگیجی داره که از طرفی میدونه که مجبوره با ترامپ معامله کنه، از طرفی دیگه میدونه با معامله کردن با ترامپ همان و پایان عمر خودش رو واقعا رقم زدن و تضمین کردن همان. این الان دو تا گزینه در مقابل جمهوری اسلامی هست. ما باید واقعا نگاه کنیم و ببینیم و لذت ببریم از اینی که جمهوری اسلامی کدومی که از این دو تا مورد رو میخواد انتخاب خواهد کرد. واقعا گزینه مناسبی جمهوری اسلامی نداره، هر دو گزینه براش مرگ‌آوره. یکیش خودش مرگ خودش رو تضمین میکنه، اون یکیش به وسیله مردم ایران سرنگون میشه. هیچ راه دیگه برای بقای دراز مدت جمهوری اسلامی دیگه براش نمونده. باز خواهیم گشت و پرسش در همون زمینه خواهیم داشت، اون چه که آقای نوری‌زاده ببینید بگیر و ببندها همچنان ادامه داره، یعنی در این 40 ساله بسیاری از کسانی که در آبان ماه در خیابون‌ها بودند، گروه کثیر از اونها در زندان ها هستن، اما به نظر میرسه که اثرات چندانی دیگه نداره. اون چه که در آبان ماه آغاز شد مورد توجه جامعه جهانی است و به راحتی سرکوب های پیشین
امکان پذیر نیست در ایران. این رو شما چطور؟ کاملا باهاتون موافقم، کاملا. و اگه یادتون باشه ما از ابتدایی که آقای ترامپ روی کار آمد روی این مسئله با هم صحبت میکردیم که دیگه روزگاری که ندا آقا سلطان کف خیابان جان بده و همون شب آقای باراک حسین اوباما نامه عاشقانه برای خامنه‌ای بنویسه به سر آمد. واقعا شما نگاه که میکنید مثلا حرفای آقای پومپئو رو میبینید یا آقای براون هوک رو نگاه میکنید یا وزیر دفاع رو یا معاون رئیس جمهوری رو، شما یه هماهنگی بین این سخنان میبینید در این گستره که یک رژیم آدمخور در اونجا هست با یک ملت متمدن با فرهنگ که این ملت استحقاق یک نظام دیگری رو داره. شما در زمان آقای اوباما یا پیش از اون با این روبرو می شدید که در اونجا یه رژیمی هست که بخشی از این رژیم آدمخوارند، بسیار آدمای بدی هستند، اما بخششون هم خیلی آدم های خوبی هستن، که یکیشون همین آقای جواد ظریفی که پیش ما تو امریکاست، فیلم های امریکایی رو میره، فوتبال میره میبینه، مثل ما زندگی میکنه، گوشه خیابون هات داگ میگیره میخوره. یعنی دو تصویری که قشنگ این جا افتاده بود. شما واشنگتن پست رو که میخوندید و نیویورک تایمز رو که میخوندید، وال استریت جورنال رو که میخوندید، نمادهایی از این دو تصویر رو در این روزنامه ها میدیدید. یا CNN رو که نگاه میکردید کاملا براتون آشکار بود که در ایران آدم های خوب هم خیلی هستن. حالا فاکس نیوز رو نگاه میکردید میدیدید که این آدم های خوب خیلی ریز و کوچولو هن، باید ذره بین ورداشت نگاهشون کرد. با آمدن آقای ترامپ قصه عوض شد. با آمدن آقای ترامپ شعاری که ملت ایران دادن در واقع در کاخ سفید شنیده شد. اصولگرا اصلاح طلب این از پایان ماجرا رو اونا شنیدن. یعنی کاملا براشون آشکار شد در ایران مردم بیزارن از این رژیم، اصلاح طلبش حق باستر. شما فکر کن بهزاد نبوی 80 سال سنشه هنوز اومده نشسته به امریکا فوش میده، هنوز دعواش با رژیم پهلویه. این برای من شگفتی آوره. و نمونه های بهزاد نبوی تو خارج هم داریم فراوونن دیگه. شما الان ببینید این موج ضد ترامپ که در همون لس آنجلس و واشنگتن شما راه افتاده منو شگفتی زده میکنه گاهی اوقات، که میبینم آخه یعنی چی این حالت ضد ترامپی که اونجا را افتاده. بابا حداقل یه آدم اومده که به خامنه ای نمیگی حضرت آیت الله خامنه ای، میگه سه دلی بشین سر جات، حداقل بلده باشه جوری حرف بزنه. خب آقای کنگلو، صحبت بر سر این آقای مایک پومپئو در یکی از صحبت هایی که داشت در نشست مربوط به حقوق بشر در ایران، عملا حقوق بشر در ایران، رعایت حقوق بشر در ایران رو هم جزء شرایط مذاکره قرار داد. من برگردم به این حرف که تردیدی نیست، تردیدی نیست که روابط ایران در آینده و هر زمان دیگه با هر دولت و کشوری بر اساس مساله ملی هر دو طرف میبایست باشه و همه اقدامات برمیگرده به اقدام خود مردم ایران که به فکر آینده باشم اقدامات دست بزنه. اما نکته بسیار بسیار مهمی که هم شما هم آقای نوریزاده شرکت این استش که الان به راحتی نمیشه مردم رو سرکوب، به راحتی پیشین، چون آمریکا و بقیه جاها ناظر هستن بر آنچه که در ایران میگذره. به هر دلیلی حرف بر سر اینه، آنچه که در ایران در آبان ماه گذشت آقای کنگلو آیا تموم شده یا ما میبینیم در شهرهای مختلف الان اقداماتی رو میبینیم که قبلا سابقه نداشت. یعنی عملا دیوار ترس در میون ایرانی ها به نظر میرسه فرو ریخته، همون که زمینه ساز ادامه حکومت جمهوری اسلامی بود. تفسیر شما رو میشنویم، آینده رو رو به کجا میبینیم؟ تا زمانی که شرایطی که مردم رو
به خیابون ها آورد و مردم ازش زجر میکشن وجود داشته باشه، امکان و پتانسیل بالقوه این که انفجار عظیمی انجام بشه وجود داره و این انفجارات عظیمی رو ما در مقیاس های محدود در از 78 تا 88 تا 96 تا 98 دیدیم و در آینده انفجارات عظیمتر و وسیعتر خواهد شد، در این هیچ شکی نیست. یکی این نکته بسیار ظریفی که در این مورد وجود داره اینه که چرا مبارزات مردم واقعا به نتیجه نمیرسه و نتیجه نرسیده در ظرف 40 سال گذشته. یکیش همون نکته بود که جناب دکتر نوریزاده گفتن و اون 5 تا 6 تا رئیس جمهوری که از تولد جمهوری اسلامی تا به حال سر کار بودن، به طور کلی صرف نظر از اینکه دموکرات یا جمهوری خواه بودن، اینا به یه تفکر خاصی، کلاس خاصی تعلق داشتن و یه دم و دستگاهی بود که باید از یه فیلتری عبور می‌کردن تا مناصب بالای قدرت در امریکا برسن. این ساختار سیاسی در زمان انتخابات ریاست جمهوری آقای ترامپ فرو ریخت و واقعا یک کلان شهر را کلانتر جدیدی است الان به قول امریکایی‌ها. الان در دنیا این فاکتوری که واقعا مردم ایران باید جشن بگیرن، واقعا باید مبارک بدارن. یه نکته‌ای که خیلی مهمه و ما در بعضی وقتا دربارش به صورت گذرا صحبت کردیم ولی هیچ وقت به طور بسیط بهش نپرداختیم، نقش اپوزیسیون ایران هست، اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از کشور هست. به نظر من جمهوری اسلامی اپوزیسیون نداره که بخواد نقش داشته باشه. این اپوزیسیونی که الان در خارج کشور و در داخل، مخصوصا در داخل کشور و متاسفانه در خارج کشور هم، این اپوزیسیون هنوز اپوزیسیون پهلویه، اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیست. و دلیل اینی که این اپوزیسیون پهلویه، با وجود اینی که یک سری کلمات و ادا و اشاره ها و ادا و اطوارهایی در میاره که به ظاهر اپوزیسیون جمهوری اسلامی، ولی در بطن وجودش موقعی که زرورقش رو کنار بزنیم، اینا خصومتشون به محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه پهلوی و پهلوی ها به طور کلی بیشتره. یکی از دلایل تضعیف جنبش و سردرگمی مردم این اپوزیسیون دروغگو و ریاکاری که هنوز نسبت به جمهوری، این بحث دیگریه آقای کنگلو. بحث ما اینه که الان اپوزیسیون در داخل خود ایران مردم ایران هستند و این مردم ایران بر اساس ترسی که وجود داشته و از اقدام باز میموندن. الان به نظر میرسه که این ترس ریخته. صحبت اینجاست آقای کنگلو، یک دقیقه وقت. بله ترس واقعا ریخته. یکی از اون دلایلی که ترس ریخته اینی که مردم ایران سیاست‌های آمریکا رو می‌بینن، با سیاست‌های ریاست جمهوری‌های قبلی مقایسه می‌کنن و واقعا متحدی، مردم ایران یک متحدی در کاخ سفید دارن که خوشبختانه برای ملت و متاسفانه برای جمهوری اسلامی این متحد در 6 سال آینده و 5 سال آینده در آمریکا خواهد سر قدرت خواهد بود و مردم ایران در ظرف 5 سال آینده میتونن دودمان این حکومت منحوس رو واقعا به زباله‌دان تاریخ بسپارن. سپاسگزاریم آقای کنگلو در نیوجرسی، در نیویورک. با سپاس از شما و سپاسگزار شما هستیم آقای علیرضا نوریزاده در استودیو مرکزی ایران فردا. سپاسگزار شما هستیم و نیروهای مخالف در ایران، مخالف حکومت، میلیون ها ایرانی هستند که در ایران هستند و طی آبان ماه دیدیم که چه اقداماتی انجام دادن و طبعا هر یک از اونا میتونن رهبری جامعه رو در دست بگیرن، همونطور که در تاریخ ایران چنین. با سپاس بسیار از شما بینندگان گرامی که تا این لحظه با ما بودید. به پایان برنامه رسیدیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان، آسماری، کوساران، دنادرا، کلوند، کوزاگرس، تفتان، بینالود و درفک و تابشان بر فلات ایران. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد